من است. این پرچم اینجا میبینید. من وقتی که در نیرو هوایی ایران دوره میدیدم، زمان جنگم برای دفاع از خاک مملکت رفتم، وقتی که نگاه میکنم ایران منه، آذربایجان جز بشه، بلوچستان جز بشه، کردستان جز بشه، خوزستان جز بشه، وقتی که بر فراز کشورم پرواز میکردم نگاه نمیکردم زیر پا ببینم که خب این کدوم منطقه است، خاک کشورم، بر من فرق نمیکنه کدوم قسمتش. حالا این منم، ممکنه بعضی ها بپذیرن، ممکنه بعضی ها نپذیرن، ولی یک وجب از این خاک جا به جا بشه، اون ایران دیگه ایران من نیست. جاوید شا، جاوید شا، جاوید رضا شا، بسته بود جانم به پیمان شا، همه کوش و هوشم به فرمان شا، سرباز ایران هستیم، دل به رضا شا بستیم، ایران به نام مقدس همایون شاهنشاه رضا شاه دوم، فر شاهنشاهی ایران را می ستایی. شاه من، خدای من. درود بر شما شنوندگان و بینندگان محترم و درود و سپاس فراوان از آقای سیاوش عزیز و گرامی. بسیار سپاسگزاری می کنم از مدیریت محترم تلویزیون ملی ایران آریایی، آقای آریان وطنخواه گرامی، که لطف میکنن و این فرصت رو در اختیار من میگذارن که در خدمت شما فرهیختگان، بزرگواران، گرامیان باشم. بسیار سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان که اینقدر مهربانید، پیام‌های پر از مهرتون رو برای من فرستادید، بزرگوارید. بسیار سپاسگزاری میکنم از دکتر مرجانی روحانی عزیزم، بانوی مهربانوی مهربان. سپاسگزاری میکنم از آقای آریان عزیزم، مدیریت محترم. سپاسگزاری میکنم از آقای سیاوش عزیزم. سپاسگزاری میکنم از آقای پهلوان احمدی گرامی. از همه شما بزرگواران بی نهایت سپاسگزارم. مرسی که اجازه میدید که من هم در جمع شما بزرگواران این مهر و عشق آریایی رو ببینم و لمس کنم. بسیار دوستتون دارم. برای من باعث افتخار هست که در این، به قول آقای پهلوان احمدی عزیزم، ستاد مبارزاتی دیدم ایشون در برنامهشون فرمودن و آقای آریان عزیزم هم همین رو فرمودن، دکتر مرجانی عزیزم هم همینطور. بسیار از این نام لذت بردم که واقعا ستاد مبارزاتی است این خطه رزم روان پهلوان نایب عزیزمون پهلوان سیروس افهمی شاد. واقعا برای من باعث افتخاره که در این سنگر باشم، در این ستاد مبارزاتی باشم، در خدمت شما بزرگواران مهربانان باشم. پوزش میخوام که به خاطر کرونا نتونستم چند وقتی در خدمت باشم، اما بی نهایت سپاسگزار زحمات پهلوانان و قهرمانان این سنگر مبارزاتی هستم که چقدر زیبا لطف کردند و کاری کردن که من عذاب وجدان نداشته باشم. بی نهایت قدردان محبتتون هستم. همه شما عزیزان رو بسیار دوست دارم. از تک تک فرزندان ایران که برای من پیام فرستادید نازنینان، بی نهایت سپاسگزارم. از اینکه به یاد من هستید، سر تعظیم در مقابل همه شما گرامیان فرود میارم. واقعا اهورمزدا رو سپاس میگم که میتونم این مهربانی شما بزرگواران رو ببینم و همونطور که قبلا هم خدمت شما فرهیختگان عرض کردم، تمام سعی تلاشم رو میکنم که لیاقت این همه مهربانی و بزرگواری شما گرامیان هموطنان عزیزم رو داشته باشم. جشن باستانی صده را به همه شما میهن پرستان، عاشقان ایران شاد باش عرض میکنم. امیدوارم که به زودی تمام این جشنهای ایرانی، این شادی هایی که ما باید هموطنان در کنار هم باشیم رو در خاک پرگوهر، در ایران آزاد و آباد شاهنشاهیمون در کنار هم جشن بگیریم، نه اینطوری هر کسی افتاده در گوشه ای از جهان و نگران و حال روز هموطنان در ایران.
در هر حال جشن باستانی سده بر همه شما بزرگواران شاد باد. میخوام در اینجا یک مسئله رو خدمتتون عرض کنم. اتفاقات بسیار زیادی در چند وقت گذشته افتاده که من هم متاسفانه هی میدیدم، هی هرس میخوردم، هی تو خودم جمع میکردم. البته بزرگواران بسیار بسیار زیبا که درود میفرستم به تک تک قهرمانان و پهلوانان سنگر ایران آریایی، درود بر شما، درود بر شما که اینقدر راحت میایین و حرف دل همه ما میهن پرستان رو میزنید. باور بفرمایید وقتی که برنامه ها رو میبینم پیش خودم حس میکنم اینو میخواستم بگم و میبینم که بزرگواری در این سنگر مبارزاتی خیلی بهتر از اونجوری که من دلم میخواست بگم میفرمایند و دل من خیلی خنک میشه. اول از اینکه برنامه رو شروع کنیم، متاسفم از اینکه بسیاری از فرزندان ایران رو هم از دست دادیم. ننگ و نفرین ابدی بر آورندگان خمینی گلستک، ننگ و نفرین ابدی بر آورندگان این اشغالگران تازی. بهتر از این نیست که بگیم مرگ بر چند فاسد، تجزیه طلب، مصدقی، ملا چپی، مجاهد. و درود میفرستم به همه شما که این رو تکرار میکنید. روی ماه تک تک فرزندان ایران رو میبوسم که توی نقاشیاتون مینویسید مرگ بر سفاسد. بله، مرگ بر سفاسد، مرگ بر چند فاسد. هر آن کس که مهری به ایران و به شعبر پادشاهان پهلوی ندارد، مرگ بر او، چون اون جزء این چند فاسد است که داریم میبینیم که هر کدوم به چه شکلی دارن چهره پلید خودشون رو بیشتر از گذشته نشون میدن و عده بسیاری هم افتادن به اینکه برن به پابوس پادشاه ایران که عجله کنید، بدوید برید تا دیر نشده. امروز هم دیره، ما در آینده حتی اگر به پابوس شاهنشاه هم بروید شما رو محاکمه میکنیم. نمیشه من بیام برم نونم رو بزنم تو خون مردم به هر شکلی، چه کم چه زیاد. نونو زدم تو خون ملت بعد برم پیشگاه پادشاه مردم بگن خب حالا درود به شرفش. نه، درود به شرفم از اون لحظه‌ای که پشیمان شدم و به آغوش ملت پیوستم، اما برای گذشته ننگینم باید جواب پس بدم. خواهش می‌کنم آقای سیاوش عزیزم لطف و بزرگواری بفرمایند و کلیپ شماره یک رو پخش بفرمایند. ما با شنیدن نام شاهنشاه ایران که سروده بسیار زیبا از بانو هایده عزیز روان شاد هست رو من انتخاب کردم که این در این سروده بسیار زیبا مشخص میکنه که ما ایرانیان، ما میهن پرستان به چه شکل عاشق پادشاهمان هستیم. و بعد از این میریم، بعد از این سروده زیبا که جواب چند تن از این مزدوران ان ایرانیان، نوکران بیگانه، مخصوصا این ترکمن عراقی رو بدیم. خواهش میکنم آقای سیاوش عزیزم لطف و بزرگواری بفرمایید. شد دست
خدا به خدا به خدا. بسیار سپاسگزارم از شما، روانت شاد. خواننده بسیار بسیار محبوب و عزیز ما بانو هایده عزیزم، بله، در برنامه دیدم که این ترکمن عراقی یک بار دیگه آمده و دلش میخواد که مورد لطف میهن پرستان قرار بگیره. خدمتتون اول قبلا عرض کرده بودم که این جوان مرگی اصلا ایرانی نیست، ترکمن عراقیه. حالا امروز بیشتر میگم که خود مزدورش که داره میشنوه بفهمه که چقدر میشناسیم و روش رو کم کنه. در عراق یک قسمتی که ترکمنهای عراق زندگی میکنن در قسمت دیاله که این مردک بیخرد ان ایرانی از اونجا اومده، اونا ترکمنهای عراقی هستن که همین آواره بودن از این مرومر اومدن رفتن تو عراق شدن یه دفعه واسه خودشون یه قومی. بعد اینها فارسی، عربی، کردی و ترکی صحبت میکنن. این گجستک برای این فارسی بلده. یک کلی هم دل و دروغ اومده گفته که من در فلان دانشگاه در آمریکا یا که در پاریس به زبان انگلیسی درس خوندم، مدرک گرفتم. تو چطوری توی ایران بودی و شغل خبرنگاری رو داشتی؟ مثلا با چه مدرکی داشتی؟ بعد اومدی یه دفعه رفتی آمریکا و توی اونجا یه دفعه رفتی توی یک تلویزیونی تو آمریکا و همسر آیندت هم از قضا در اون تلویزیون خودش هم مجری بود، اونو دیدی، عاشق شدی، دو تا بچه هم درست کردی. پس وقتی اونجوری بود و چرا خونه این همه آدم میهن پرست آواره بودی؟ پس خب از اول میرفتی پیش زن بچه دیگه اگه راست میگی، چون اومدی یه سری دروغا رو گفتی. بعد زنه رو ول میکنی و فی امان الله میری برای خودت این ور و اون ور و مرکز کارت هم در کشور عراق هست، حالا یا به قول شما کردستان عراق که اصلا ایرانی هن، اون مال ایرانه. اصلا کردستانی هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت هرگز. این چیزی رو که تو نمیخوای بفهمی که اصلا تو کرد نیستی. به نظر من ایرانیان کرد باید بر علیه تو قیام کنند و اون دهن ننگینت رو ببندن، چون تو لکه ننگی. تو میخوای یک جوری نشون بدی که هموطنان ایرانی ما بگن که این قوم کرد تجزیه طلبه، در حالی که اینطوری نیست. اگر تو وجود داشتی میرفتی توی ایران، توی ایران نشون میدادی که تجزیه طلب هستی. چرا توی ایران صحبتی از تجزیه طلبی نکردی؟ چرا اول که اومده بودی آمریکا صحبتی از تجزیه طلبی نمی کردی؟ اصلا تو شماها هموطنان عزیزم بعد نگاه کنیم ببینیم اینا یه دفعه چجوری تو ایران یه سر و صدایی میکنن، چون مزدورن دیگه. تبلیغ وقتی میکنن ما میگیم درود به شرفت، چون نمیدونیم. یک دفعه این درود به شرفش بلند میشه از ایران، معروف میشه، سریع فرار میکنه. به چه راحتی هموطنان عزیزم میخوان تا سولغون برن 20 دفعه تو دریا غرق میشن و نمیدونم تجاوز بهشون میکنن، اصلا سر به نیست میشن، گم میشن. اینها بسیار راحت خیلی شیک از ایران بلند میشن به عنوان مبارز، ها میشن میان خارج از کشور، کشورهای متمدن، سرمایه‌داری و امن، و برای خودشون اونجا زندگی درست میکنن و شروع میکنن پارازیت انداختن و کارهای ننگین کردن و سعی میکنن کلاه بذارن سر یک ملتی که حالا این دفعه قرعه به نام ملت ایران افتاده. ما باید فکر بکنیم اینا یه دفعه از کجا میاد؟ این اصلا کی بود؟ مردک سواد نداره، اصلا ایرانی نیست. یک تونه کرد به من نشون بدید، اونایی که دو سه تا براش می‌نویسن از ایرو تبار خودشن، از کردستان عراق، که اونها چون میدونن مزدوره، اونها هم مزدورن، اونها هم مزدورن. توی ایران یک تونه به من نشون بده که از این طرفداری میکنه. مردک بی‌غرض، بهت گفته بودم که میام لود میدم. هموطنان عزیزم حدود 20 تا 30 تن ایرانی تا جایی که من اطلاع دارم، مطمئنم که بسیار بیشتر از این رقم هستش، این خائن کثیف اینها رو گول زده. خب اینا هم بیچارا تو ایران خب اطلاعی ندارن، که فرصتی نداشتن بدونن چی به چیه. فکر میکردن که این مردک ان ایران واقعا کرده و این برای آزادی اینها میخواد زحمت بکشه، از این خواهش کردن که اینا رو نجات بده. این مردک ترکمن عراقی جوون مرگی هم میاد با وعده و کلاهبرداری، چون خب اصلا باید این کارو بکنه، ماموریتش اینه.
این جوانان رو به هر طریقی که شده میاره، چون با دولت دستش تو کار دیگه، میاره عراق. وقتی اینا رو میاره عراق، این تپلک ها فکر میکنن که خب حالا حتما یه هفته دو هفته یه ماه توی عراق هن، از اونجا میرن اروپا و میتونن برن به آزادی برسن و تو خیال خام خودشون مبارزه بکنن. وقتی میرسن عراق میبینن ای داد بیداد، هم فروخته شدن به یک سری گردن کلفت عراقی، یا باید بیگاری بکشن یا باید بهشون تجاوز جنسی بشه. الان بسیاری از فرزندان ایران از قوم لک و لور و کرد رو، این بی وطن ان ایران مخصوصا لک و کرد رو کلک زده برده اونجا و اونها گیر کردن و نمیدونن چی کار کنن. حالا چقدرشون رو کشتن و چه عده بسیاری هستن رو دیگه کسی خبر نداره. تو اصلا تو آمریکا چه کار میکنی؟ به تو چه مربوطه که در مورد ایران حرف میزنی؟ زن و بچت کجان؟ سیران کجاست؟ چرا تو که صلاحیت نداری یک خانواده چهار نفره رو کنترل کنی، اداره کنی، چطوری میای در مورد امور کشوری و لشکری یک ملت بزرگ صحبت میکنی؟ تو اصلا کی هستی؟ چه صلاحیتی داری؟ هرچی چی بهتون نمیگیم هی میاد حرف میزنید، دهنتون رو ببندین وگرنه دهنتون رو میبندیم. من الان از آقای سیاوش عزیزم خواهش میکنم که لطف و بزرگواری بفرمایند کلیپ شماره 2A و B رو پخش بفرمایند. این یکی از یاروغارهای خود این گجستک بوده که فکر میکرده که این گجستک واقعا داره مبارزه میکنه. خب خیلی ها نمیدونن دیگه، چون طبیعیه همه ما در یک جای گول خوردیم. من فکر میکردم اینا میهن پرستن، بعد دیدیم نه اینا میهن پرست که نیستن، کلی هم جاسوس و خائن و میهن فروشن و اصلا عده بسیارشون ایرانی نیستن. این شخص میاد و میخواد پته این گجستک ترکمن عراقی رو به آب بده که میگه، ولی بلای از قضا مثل این که دستش و سرش رو آوردن و سرش رو زیر آب کردن، اما حرفش رو زده چند وقت پیش در ترکیه. من در خارج از کشور که اینا رقمی نیستن، تو ترکیه مگه برن یه جایی به بدبختی رو گیر بیارن یه بلای سرش بیارن؟ اونم اون زمانی که قدرتی داشتن. الان که شما دارید دنبال جایی میگردید که خودتون رو قایم بکنید که از دست ما ایرانیان میهن پرست بتونید فرار کنید. در هر حال خواهش میکنم هموطنان عزیزم به این دو کلیپ کوتاه که این شخص در مورد این گجستک ترکمن عراقی که به دروغ میگه من کردم، ببینید چی داره میگه. آقای سیاوش عزیزم لطف و بزرگواری بفرمایید، خواهش میکنم. نمیشه که یک آدمی که سواد نداره، تحصیلات دانشگاهی نداره، تحصیلات در زمینه جامعه شناسی نداره، سیاست تجربه اجرایی کار اجرایی نداره، تجربه کار سیاسی نداره، کار امنیتی نداره، فقط اومده و یک کار خبرنگار شده و بیاد حالا جامعه رو در دست بگیره هر چی دلش بخواد بگه. شما میاد این شاخه فضای مجازی رو مسخره میکنید، طرف یک خواننده محترم، حالا اصلا طرف یک فروشگاهی رو، فروشگاه بوتیک لباسی رو میخواست در مثلا شهرک غرب افتتاح کنه، تو پیجش میذاش من بعد از اون شهرک غرب هم یک آدمی که اصلا نه تحصیلات درستی داره غیره، اونقدر جمعیت میریخت اونجا که خیابون رو میبست پلیس. یک کسی که سواد رسانه نداره بیاد بشینه پشت رسانه بدون سواد سیاسی، بدون سواد امنیتی، بدون تجربه کار سیاسی و تشکیلاتی، بخواد حالا به خاطر تعداد فالوور، به خاطر اینکه دیده میشه، بگی که من اپوزیسیونم، من قدمن تعیین تکلیف میکنم. مورد دیگه ای که الان ما از این موارد زیاد داریم، یکی دوتا نیستن، اسم خودشون هم میزنن، خبرنگار مستقل میاد میگه من از طرف هیچ رسانه نیستم ولی تو تمام رسانه ها هست، فقط به خاطر متاسفانه یکی از مشکلات تلویزیون های ما و رسانه های ما اینه که وابسته به اپوزیسیون شده، اپوزیسیون ما وابسته به تلویزیون ها شده، وابسته فالوورها شدن، کسایی که فالوورشون بیشتر رو میارن تو تلویزیون هر چی دلشون میخواد میگن. خب این یکی از مسائل. مورد دوم اینه که عده و بخشی از این اپوزیسیون صلاح ملت ایران رو نمیخوان، براندازی و مبارزه با جمهوری اسلامی رو وجه المصالحه منافع شخصی و گروهی و حزبی و قومیتی خودشون کردن. افرادی که مبارزه رو
راهی برای چاپیدن پول بودجه های خاص کشورهای دشمن جمهوری اسلامی گذاشتن. تا وقتی فردای جمهوری اسلامی میخوان تجزیه کنن، ایران رو تجزیه کنن، اون آقایی که میاد مبارزه به وجه المصالحه اقدامات قومیتی خودشون کردن، فردای جمهوری اسلامی میخوان تجزیه کنن، ایران رو تجزیه کنن، اون آقایی که میاد به اسم من کردم، من خبرنگار مستقلم داخل کردستان، نقشه جعلی منتشر میکنه، خبر جعلی برای تحریک کردها منتشر میکنه، بعضی به زبان کردی منتشر میکنه. من اینا رو سند دارم، من توی کشوری نشستم که الان صبح اینجا میتونه بره طرف شکایت کنه، من خیلی منو بگیره اینجا ببرم دادگاه. یه حرفی که دارم تو تلویزیون میزنم میفهمم دارم چی میگم. اون آقا خیلی بیجا میکنه، خیلی ملت رو دهن همچین آدمی میزنه. حالا میخواد اسمش خبر شخص آقای علی جوانمردی، میگم شما به چه حقی خودتون اجازه میدین دیگران رو تخریب کنید؟ آقای جوانمردی تحصیلات شما چیه؟ آقای جوانمردی شما چه مبارزه ای در راه آزادی، چه سابقه مبارزه ای در راه آزادی داری؟ کجا تو هزینه دادی؟ کجا زندان رفتی؟ چه کار اجرایی کردی؟ بر مبنای کدام سند در طول مدت فعالیت شما آقای جوانمردی؟ شما دو تا سند به من نشون بده. هر روز میاد 20 دقیقه یک ساعت حرافی میکنی، به همه تهمت میزنی، یک سری توهمات رو پخش میکنی. ما هنوز یادمون نرفته که نزدیکترین فرد رول زن بودی. راجب هر کسی در اپوزیسیون به خودشون اجازه میدن بدون هیچ سند و مدرک اظهار فضل بیجا کنن. من سوال جدی دارم آقای جوانمردی، شما تا حالا کدوم سند رو نشون دادی؟ یک سری فایل ویدیویی از داخل وزارت اطلاعات منتشر کردی که از کانال جرسی هم دزدیده بودی، دوگوی خود گذاشتی روش پخش کردی. جرسی هم منتشر نمیکرد غیر از اونهایی که آقای جرسی هم منتشر کردی که اونها رفتی دزدیدی با لوگوی خود منتشر کردی. تا حالا نشده شما یک برگ سند به عنوان یک روزنامه‌نگار تحقیقی منتشر کنی؟ کم نیست دروغ، کم نیست جعل، کم نیست خبرهای کذبی که منتشر کردی. اینا رو ما تحمل بسیار سپاسگزارم از شما. بله، نام این شخصی که صحبت میکردن جاویدنام مسعود مولوی است، در رابطه با علی جوانمردی، همون جوانمرگی، و همکاری او با رژیم ملایان دست به افشاگری میزند این شخص. و بعد از این صحبت ها او توسط باند تجزیه طلب ها فیزیکی حذف می شود. ببینید این انیرانی مزدور که میاد میگه تمامیت ارضی ایران خاک مقدس، خاک پرگوهر، مقدس نیست، هیچی مقدس نیست. خب مسلمه، تو کشور عراقه، تو ترکمن عراقی، ایران برای تو مقدس نیست، پولی که برات از اربابت میرسه مقدسه. بعد تو چه کاره هستی؟ تو کی هستی؟ همه‌تون عزیزم، ما نباید اجازه بدیم هر کسی از بغل ننش خر میکنه بلند شه بیاد در مورد ایران صحبت بکنه. ایران هویت ماست، ایران یعنی ما، یعنی وجود ما، یعنی قلب ما، یعنی شرف ما، یعنی حیثیت ما. یک ترکمن عراقی پا میشه میاد میگه ایران باید تجزیه بشه، تو بیجا میکنی؟ ترکمن عراقی ان ایرانی مزدور بیدانش بیخرد، تو رو اگه من گیرت بیارم که اهورمزدا بهت کمک بکنه که یه روزی گیرت بیارم، خودم تجزیه میکنم. ما شما تجزیه طلبان رو، ما میهن پرستان شما رو تجزیه میکنیم. بذار بهت بگم، نمیدونی بدون که میدونی، ما بسیاریم در خارج از کشور که آماده اینیم، یکیشم منم، که آماده اینیم که اوضاع یه مقداری فراهم بشه، از کوه و از هر جا که میتونیم بریم ایران و مبارزه کنیم و شانس بیاری تو رو گیرت بیاریم، که میدونم تو نمیای چون شما تجدید طلبا اصلا در ایران جایی ندارید. میدونید تا یک جایی بیای همون استان تو رو قیمه و قرمت میکنه، چون تو داری به یک استان بزرگ، به یک استان شریف داری تهمت میزنی، توهین میزنی، توهین میکنی. کردستان، اعاده حیثیت بکنید از این مردک ترکمن عراقی، اعاده حیثیت بکنید که این ان ایرانی میاد میگه تمامیت ارضی ایران مقدس نیست، مقدس هست.
نادان بیخرد، تو چون هیچ، تو بیوطنی، تو مزدوری، تو نوکر پولی، تو چی میدونی عشق یعنی چی؟ حالا بذار من به تو بگم، ترکمن عراقی، نعل ابوک، مردک خائن بیوطن، بذار من بهت بگم، خاک مقدس ایران مقدس است برای ما ایرانیان. ابر پادشاهان پهلوی، ابر پادشاهان ایرانساز پهلوی مقدس است. تمام پادشاهان تاریخ پر افتخار ایران، پادشاهان ایرانی مقدسند. آیین و فرهنگ ایرانیان مقدس است. خون جوانان ایران که به دستور اربابان تو داره گرفته میشه، آسمانی میشن، پرپر میشن، اون خون مقدس است. تو مقدسات نداری، ما داریم. هیچ چیزی مقدس نیست. تو چه کاره هستی؟ اون موقعی که تو ایران داریم تجزیه میکنیم بهت میگیم حالا بگو که تمامیت ارضی ایران مقدس نیست. تو اصلا چه کاره هستی؟ شما ها کی هستین که فکر میکنید میتونید بیاد برای ایران تصمیم بگیرید؟ بیجا میکنید. تو دست چپ و راست تو بلد نیستی ترکمن عراقی. بچه ها تو برو جمع و جور کن که داغ بیپدری رو دارن میبینن. مردک هرزه، هیچ چیزی مقدس نیست. ساکت باش با اون لهجه افتضاحی که داری. اصلا ایرانی نیستی. ما نباید اجازه بدیم هر امیران مزدوری بیاد همچین حرفی بزنه. خاک مقدس ایران مقدس است. خاک ایران مقدس است. یک ذره از ایران نفروشین به خورشید. این رو بدون امیرانی مزدور. حساب تک تکتون رو میرسیم. اگر حسابتون رو نرسیم ایرانی نیستیم. به زودی پادشاه تشریف فرما میشن رو سر ما به خاک پرگوهر. بهت بگم بدونی مزدور امیران که تا چند ماه آینده اتفاقات شدیدی خواهد افتاد. اون وقت ما میمونیم و شما امیرانیان مزدور. مرگ بر چند فاسد، تجزیه طلب، مصدقی، ملا چپی، مجاهد. برید کشور خودتون رو تجزیه کنید. یه مش یمنی و نمیدونم لیبی و لبنانی و سوریه‌ای و عراقی و ترکمن اومدن برای ایران دارن تکلیف میکنن. شما چه کاره اید؟ مگه ما خودمون عقل نداریم؟ یک بار اومدید ما رو گول زدید بسه. گفتم اگر یک بار ما رو گول بزنید شرم بر تو، اگر دومین بار من گول بخورم شرم بر من. هرگز. شما این جمهوری ننگین رو شما ها آوردید. اگر راست میگید جمهوری، الان یه عده ان ایرانی هم اومدید میگید جمهوری مشروطه، چرا این مزخرف رو 44 سال پیش نگفتید؟ چرا زمانی که آمدید و ایران رو خواستید ویران بکنید و نام ننگین جمهوری رو که ننگ و نفرین بر مصدق و سلطنه قاجار ان ایرانی ننگین باد، اون موقع چرا نیومدید بگید جمهوری مشروطه؟ چرا فریاد زدید جمهوری اسلامی؟ بیجا کردید، بیجا کردید. اونجا وای میسادید به جایی که فرق کنید به دستور ارباب، به خارج از کشور که بیشتر مزدوری کنید، وای میسادید میگفتید جمهوری اسلامی نه جمهوری مشروطه. توی این 44 سال جمهوری مشروطه تو کجا بود؟ حالا که امروز 4 سال است، در از 5-6 سال است که رستاخیز شاه و مردم به وجود اومده، هی آمدید انقلاب مهسا. انقلاب مهسا نه، اگر گوش کرتان نمیشنود که شاهنشاه ایران چه میفرمایند. خیزش مهسا، این انقلاب، انقلاب شاه و ملت است. نه انقلاب، هیچ نام دیگری روش نمیتونید بذارید. انقلاب ملی ایرانیان. انقلاب ملی یعنی انقلاب شاه و ملت. حالا اومدن برای هم جمهوری مشروطه، یک مشت بی سواد دست چپ و راستشون رو بلد نیستن. کور خوندید، کور خوندید. پر قدرت جوابتون رو میدیم. ما میهن پرستان پیروز شدیم و شما این رو فهمیدید. ما بیشتر به شما نشون میدیم و فقط هم پیروزیمون نیست، حسابتون رو میرسیم. چون خیلی سعی کردید ما رو، این پیروزی ما رو عقب بندازید. خیلی همین امروز هم دارید سعی میکنید تا آخرین لحظه آخرین دلاری رو که میتونید بزنید تو خون ملت بیگناه ایران بزنید و بریزید به جیبتون. اما نمیدونید میلیاردها دلار بهتون بدن، ما تا آخرین دلار رو ازتون میگیریم. اون پول، پول ملت ایرانه. اون سرمایه های ملی ما ایرانیان است که پس میگیریم و خودتونم میکشیم میاریم ایران. حسابتون رو میرسیم.
ان ایرانیان مزدور، تمامیت ارضی مقدس نیست، ساکت باش. ننگ بر تو باد، مرگ بر چند فاسد، تجزیه طلب، مصدقی، ملا چپی، مجاهد. خواهش میکنم آقای سیاوش عزیزم لطف بفرمایید کلیپ شماره 3 رو آماده بفرمایید. این هموطن غیور ما جوابت رو میده، مردک ان ایرانی ترکمن عراقی، اگر مردی پاشو برو کردستان ایران، پاشو برو ایران، وای نسا خارج از کشور حرف مفت بزن. تو رفتی زیر پرچمی نشستی که پرچم ایران نیست، پرچم شیر و خورشید نشان ایران نیست. پس دهن ننگینت رو ببند. هر آن کس که زیر این پرچم خرچنگ نشان تازی سیکای هندی نشسته، ننگ بر او. امروز میخواد بیاد در مورد ایران صحبت بکنه، شما دستساز همین ننگینا و اربابانتون هستید. ننگ و نفرین ابدی بر شما باد، کور خوندید. خواهش بکنم آقای سیاوش عزیزم لطف و بزرگواری بکنید. شماره 3 جوان مردی، مردی که خائن، ای چه حرفی بود تو زدی؟ من از کسی ترسی ندارم، اگه ایران لازم باشه تیکه پاره بشه باید بشه، هیچ چیز مقدس نیست. تو مادرتم وسط مقدس نیست. بی بوته آدم فروش، مگه ایران ارث پدر مادرته؟ مگه ایران پارچه است که تیکه پاره بشه؟ تو میتونی خودتو بفروشی، نمیتونی وطن ما رو بفروشی. مردی که آدم فروش، به چه حقی شماره های جوونای مردم رو به کلک میگیری، به دلار میفروشی؟ ببین این کشور صاحب داره، این کشور شاه داره، شاه میفهمی؟ رضا پهلوی رو داره. زنده باد وطن. وطن عشق من، وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. بسیار سپاسگزارم. درود بر شرفت ای جوان مرد ایرانی. هموطنان عزیز میبینید ایرانی یعنی این ایرانیه، نه این ترکمن عراقی دروغگوی حقباز ایران. ببینید برای ایران چجوری رگی گردنش داره میزنه بیرون، با چه عشقی داره صحبت میکنه. ننگ باد بر هر ان ایرانی مزدوری که میخواد نقشی تو این برریختن این پیروزی میهن پرستان داشته باشه. شرم بر شما. دیدی چجور جوابتو میدن؟ این یک قطره در دریای میهن پرستان است. همین هموطن ما گیرت بیاره قیمه و قرمتون میکنه همتونو. میگم جرأت دارید پاشید برید ایران، پاشید برید ایران، وای نسید بیرون حرف مفت بزنید. هموطنان عزیزم اینا گفتم خدمتون، یه 50-60 کله پوک نادان بیخرد بیسواد، هیچ دانشی ندارن اینها. دست چپ و راست صحبت میکنن، توجه بفرمایید دیگه. هموطنان عزیزم من در خارج از کشور بزرگ شدم، من ایران مدرسه نرفتم. با اینا مقایسه کنید ببینید اینا چی میگن، من چی میگم. مثلا ایران مدرسه نرفتم، من اگر اشتباه بگم خب بازم شرم بر من، چون زبان اصلی، زبان مادری من زبان ایرانیه، باید ایرانی صحبت کنم. اما اینا اصلا در سواد ندارن، وقتی حرف میزنن منی که ایران مدرسه نرفتم در عرض چه سود میفهمم اینا دانش ندارن. به قول آقای پهلوان احمدی زیر کلاس 5 و 6 من. هر ان ایرانی میره. اصلا شما کی هستید؟ دهن اینها رو ببندید. کردستان، ایرانیان کرد، بلند شید اعاده حیثیت بکنید. نذارید این ان ایرانی، ببینید داره چی میگه. داره میگه ایران مقدس نیست. ایران اگر نباشه ما چی هستیم؟ ما چی داریم؟ الان من که افتادم در غربت من چی هستم؟ من تمام افتخارم به اینه که من ایرانیم. اگر ایرانی نباشه من کیم؟ هیچکس. مثل اون مزدور ان ایرانی دیگری نادان و بیخرد که شرم بر شما باد. کل پوکا اومده میگه در برنامه آقای پهلوان احمدی دیدم، البته خیلی هم خندیدم ها، میگه که رفتیم پیش شاهزاده دوتا تخم مرغ درست کرد، ما ایستادیم نگاه کردیم. آفرین آفرین کله پوک، داری یاد میگیری که در پیشگاه همایونی پادشاه باید بیستی، نباید بشینی، نباید بتمرگی، باید بیستی. خوب کردی، آفرین، داری یاد میگیری در پیشگاه شاهنشاه ایران باید بیستی. تمتون اجازه ندارید بشینی، شما کسی نیستید. بعدم اینکه خب میدونم ناراحتی تو از چیه، تو ناراحت شدی که شاهنشاه چرا نذاشتن تخم مرغ های همایونی رو تو درست کنی. خب لیاقت نداشتی،
تو لیاقت نداشتی دیگه ناراحتیت رو نیا اینجوری بیان بکن. ناراحت شدی مثل اون یارو نوجاویچا کیف همایونی رو ندادن هم کنه شد نوجاویچا. تو هم پادشاه ایران اجازه ندادن که دوتا تخم مرغ رو برای پیشگاه همایونی نیمرو کنی، چون مزدوری، چون خائنی، چون بی‌لیاقتی. زورتون برده. فقط تو این حرفای مزخرفی که زدی یه حرف درست بود، اون که گفتم ایستادی و نگاه کردی. همه تون در پیشگاه همایونی پادشاه باید بایستید. شما اجازه ندارید بشید. شما هیچ کس و ناکسید. بیخرد صد دفعه اومده تخم مرغ نخورده بدبخت. تو که در این چند سال گذشته از پول ملت ایران دیگه 20 تا خونه داری و 40 تا بادیگارد داری. حالا تو کی هستی بادیگارد احتیاج داری؟ ما موندی. کی میخواد اصلا با تو کاری؟ واقعا یه میهن پرست نگاه به شما ها نمیدازه. یا مثلا اون دوتا مزدور ابله دیگری میخواد ما رو بکشن. شما خودتون مزدورای اینایی، کی میخواد شما رو بکشه؟ چقدر میخواد کلک بزنید؟ ما ملت ایران هوشیار و بیداریم. ما دیگه دست شما رو خوندیم. هر کلکی بذارید ما فهمیدیم. بگید فه، ما میدونیم تو کله پوک شما داره چی میگذره. خودتون رو زحمت نندازید، چون بی آبروتر از این دیگه نمیشه که هستی. ننگ و نفرین بر شما باد. خواهش بکنم آقای سیاوش عزیزم لطف و بزرگواری بکنن کلیپ شماره 4 رو آماده بفرمایند. ما جوابتون رو میدیم. ما همه جوره جوابتون رو میدیم. ما میهن پرستان ایستاده ایم تا آخرین نفس. ما فکر کنید سرسپرده ایم. بله، چه افتخاری بالاتر از این که جان نثار شاهنشاه ایران باشیم. ما هستیم، با افتخار فریاد میزنیم شاه من، خدای من. این بزرگترین افتخاره. ما مثل شما نیستیم، نوکر پول نیستیم. ما عشق رو میشناسیم. ما عشق رو میشناسیم. عشقه که ما میهن پرستان رو به هم وصل کرده. عشقه که ما جان برکف آماده جانفشانی برای خاک پرگوهر و پادشاهمون هستیم. برو این عشق رو بشناس. ای نادان بیخرد، ای ان ایرانیان مزدور، 44 سال دزدی کردید، برگردید. سرتون بزن به بیاد دو سه تا سنگ به کلتون بزنیم، شاید این مخ پوکتون یه ذره تکون بخوره آدم بشید. آخه میهن واقعا نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردید؟ ان ایرانیان ننگ باید این رو بگم. مرگ بر چند فاسد، تجزیه طلب، مصدقی، ملا چپی، مجاهد. ننگ بر دشمنان ایران باد. مرگ بر منافقین باد. مرگ بر ان ایرانیان و دشمنان ایران و ایران فروشان باش. و جاوید باد ملت بزرگ ایران، جاوید شاهنشاه ایران و خاندان جلیل سلطنت. خواهش بگم آقای سیاوش عزیزم لطف و بزرگواری بفرمایند کلیپ شماره 4 رو پخش بفرمایند. سپاسگزارم از شما. ۱۳۵۰ اعاده حیثیت ملی میکنه، هیچکی اصلا نمیفهمه این آقا چی گفت. ۱۳۵۳-۱۹۷۴ بازی های المپیک آسیایی تو تهران، اسرائیل میاد، تمام عربا میان، عربا میگن اسرائیل بیا تحریم میکنه، علازه میگن مرد خواهم بازی آسیایی رو تحریم کنه، همه شون سرشون دادن پایین اومده، ولی ما باش بازی نمیکنیم. گو بازی نکنیم ولی میاید. چین رو آورد تو بازی آسیایی، گو به شرطی بیام که تایوان نیاد، گو تایوان جزیره اسکاری باشه نداریم، پاش بیا. چین اون موقع 800 میلیون جمعیت داشت، اومد در برابر شاه ایران، اومد تو بازی آسیایی. کره شمالی اومد، کره جنوبی هم اومد، مالزی اومد، اندونزی اومد، سنگاپور هم اومد. تمام کشورهای آسیایی در تهران در برابر ملت ایران رژه رفت. زن و مرد برای نخستین بار در طول بازی آسیایی تا به امروز تمام کشورهای آسیایی در تهران رژه رفتن. بعد قبل از 1974 و بعد از 1974 برای منی که کرم تاریخچه ورزشم، برای من بیارید ببینم کدوم کشور آسیایی میزبان بوده و این همه کشورهای آسیایی رو حضور پیدا کرد. ها خب تازه الانم که شده تاجیکستان و نمیدونم یورستان و بغلستان. ببینید نشون بدید. افغانستان با پول ما اومد تو بازی آسیایی، گفت ندارم، گفت ما بهت میدیم، پاش میاد ورزشکارا تو بعد میاد. پاکستان گفت ندارم، بنگلادش و سریلانکا گفت نداشتم، بعد داخل فقیر بودم، شاه براشون هوا فرستاد گفت باشین بیا. یه ورزشکارم شده بدید که مثلا میگم بنگلادش مثلا یه شمشیرباز داد، مثلا پاکستان یه کشتیگیر داد، ولی گفت بیاد. همه تمام پرچمای کشورهای آسیایی باید دور استادیوم یک سازنوری آیامه باشن و بود. و تهران چپ میرفتی راست میرفتی فقط ژاپنی و چینی و آسیایی میدید. 1974 بازی آسیایی تهران، یک سال بعد 1975 اعلیحضرت میبینه همه چی وقف مراد و ملت فهمیده. مرتشورون فهم و شعورتون رو ببرن. میفرمایند دیگر به چشما بیا احتیاجی نداریم، باجم بهتون نمیدیم، بریم کمشی فرون شده. حالا بریم پیت نفتتون رو بردیم، بریم تایی صف بایسیم.
پس دیگه ساختم پنجمین ارتش غیر اتمی جهان، یک آتش باره همچین توپخانه قوی، نیروی زمینی، نیروی هوایی که میتونه مرده و زنده تونه بره جلو چشاتون، که بعد از امریکا و روسیه شدیم سومین نیروی برتر هوایی جهان، یک نیروی دریایی قوی جهان که مانور نیروی دریایی ایران از این طرف تا بابل مندب میرفت توی دریای سرخ، از این طرف میرفت تا سنگاپور، یعنی تو اقیانوس هند. بابا میفهمید بهتون چی میگم؟ بسیار سپاسگزارم از شما، درود میفرستم به پهلوان عزیزمون در این ستاد مبارزاتی، آقای پهلوان احمدی گرامی، پهلوان نازنین، بسیار از شما بزرگوار سپاسگزاری میکنم. اهورمزدا رو سپاس میگم که هستید، به وجودتون افتخار میکنم، خیلی بزرگواری میفرمایید، از مهربونیتون، از بزرگواریتون بی نهایت سپاسگزارم. نمیدونم چجوری از شما سپاسگزاری بکنم و برام هم بسیار با ارزش هست که شما مهربان انقدر لطف دارید نام پدرم رو میارید. من پهلوان عزیز خدمت شما قبلا هم عرض کردم، خدمت هم میهنان عزیزم هم عرض کردم، من از شما و همه بزرگواران در این سنگر مبارزاتی، در این ستاد مبارزاتی یاد میگیرم. من از شما میهن پرستی رو میآموزم و سپاسگزارتونم که اجازه میدید من در جمع شما بزرگواران فرهیختگان باشم. به وجود همه شما سربازان ایران آریایی افتخار میکنم و همونطور که گفتم برای من افتخاری است که در کنار شما بزرگواران میهن پرستان راستین باشم. در تلویزیون، در اخبار دیدم، در همین تلویزیون ملی ایران آریایی، که در ایران اشغال شده، در کشور عزیز ما، این گجستک های تازی، قبلا خدمتتون عرض کردم اینا میان تلویزیون ایران آریایی رو میبینن، میان یاد میگیرن، میخوان مثلا از ما، چون خلاقیت ندارن، دانش ندارن. که در اخبار دیدم که یک مجری کله پوک بی دانش لچک به سری اومده و میگه که به ساحت مقدس آقا. حالا من اون لحظه خوب نبود، این مجری ابله که اینو گفت من خیلی حالم جا اومد. ساحت مقدس، مگه آخوند لواطکارم ساحت مقدس داره؟ ساحت مقدس خیلی عالی بود. گفتم خب دیگه چی؟ یک کلمه دیگه هم گفت، اونم خیلی به نظرم خنده بود. اجازه بدید الان بهتون یه بار گفت ساحت مقدس، یک بارم گفت آها. به این به قول هموطنان فریختم و قاسم کتلت اومده میگه سپه بود قاسم سلیمانی. سپه بود؟ آخه شما مگه ارتش رفتی؟ این قاتل روانی لواطکار کجا ارتش رفت؟ ما نفهمیدیم. شما کدومتون، یک کدومتون از این سردارانی که به زودی سر به دار سرتون رو میکشین بالای دار، شما کدومتون تحصیلات لشکری دارید؟ ببخشید ارتشی دارید؟ این مدالایی که گرفتید که همینجور تشتکی بهتون دادن، چون اونی که فرماندهتونه که خودش اصلا یه روز سربازی نرفته، فرمانده کل قواتون، چه حرفای سپه بود قاسم سلیمانی. بابا از ما اینقدر یاد نگیرید. ما اگر میگیم ارتشیان ارتش شاهنشاهی ایران تمام از دم سرمایه های ملی ایران بودند و هستند، چی فکر کردی؟ مگه میتونی یک اصلا هموطن عزیزم لباس ها اینا رو دیدیم تو تنشون؟ وقتی اینا رو آدم نگاه میکنه به هر چی شبیه هم به جز سرباز ارتش، یعنی حتی به سربازای ارتش آفریقا، دورترین کشورهای آفریقایی، آمازون هم ارتشش از اینا شیکتره. شما چه ارتشی هستید؟ سپه بود قاسم سلیمانی، حرفای مفت. برای خب خوشحالم بعضی موقع اینا رو میگید ما رو میندازید به خنده کله پوکا، تا بعدا حسابتون رو برسیم. یک مدال های سپه بودی و قهرمانی بهتون ما ملت ایران بدیم که اون مدال ها و درجه هایی که بهتون بدیم تا ابد روی بدن ننگینتون نشسته، دیگه نمیتونید بکنیدش. میسوزونیم اون بدنتون رو با اون مدال ها که فرزندان ایران رو به این روز نیارید. گوجستک ها همه تران عزیزم، 4 تا دیگه هم امروز اعدام کردن. ننگ بر ما که بشینیم و هیچی نگیم. همه تران چرا نمیریدین بیرون؟ خانواده های داغدار، شما که هر کدومتون عزیز از دست دادید، چرا نمیریدید بیرون؟ برای چی نشستید؟ چرا نمیرید در زندان ها بزنید زندان ها رو خراب کنید؟ آقا هر کی یکی چوب بگیره دستش برید بکوبید تو سر اینا، اینها از تو ریزش کردن.
169 تا از سران سپاه ننگین این تازیان اشغالگر در سوریه به درک واصل شده. مردن. الان این 4 تا 5 تا کله پوکی که تو ایرانن از ترس دیگه هرچی بهشون میگن آقا برو سر مردن دیگه نمیرن. بلند شید بریزید کف خیابون همه با هم هر کی یه چوبی گرزی چیزی دستش بگیره. بابا ایل بزرگ لور مگر در خاطرات تیمور لنگ ندیدیم؟ من قبلا براتون یه بار دیگه عرض کردم تیمور میاد میگه در کتاب خاطراتش نوشته مردک ان ایرانی تجاوزگر که وقتی میرسه به زاگرس نشینان در یک دست شمشیر و در دست دیگری گرز بوده. تیمور رو میبینن بهش میگن تیمور کجاست؟ میترسه چون هیبت مردان ایرانی رو میبینه میگه تیمور اون ته چرا؟ میگه بخواد بگیریم حسابش بهش برسیم. ما اینیم. بلند شید ندیدید نه هموطن بلوچمون چه پهلوانی بود چه یلی بود؟ ما ایرانی یعنی این. بلند شید ما اصلا احتیاج به کسی نداریم. یک دست گرز یک دست هر سلاحی که به دستتون میتونید بگیرید بریزید تو خیابون اینا رو نیست و نابود کنید. بریزید اسلحه خونهایی که خالی کردن رو یکی دوتا رو پیدا کنید برید اسلحه درارید زندانها رو باز کنید. دارن جوانانمون رو میکشن. الان اگر تمام این خانواده‌های داغداری که تو این چند روزه کشتن جمع شید خودتون یک جمعیتی ننگینه که فرزندانمون رو بکشن. بیجا میکنن این تازیان اشغالگر. باید فرزندان اینا رو بگیریم قیمه و قرمه کنیم نه جوان 22 ساله ایرانی. برای اینه که یارو میاد میشینه میگه ایرانی ها باید عربی حرف بزنن. چرا ما باید عربی حرف بزنیم؟ به ما چه مربوطه؟ شما خود تو عربی هستن بلد نیستید حرف بزنید. میخوام یک سرودی براتون دکلمه کنم از فردوسی بزرگ که واقعا ننگ و نفرین بر تازیان و اشغالگران باد. اجازه بفرمایید من الان شعر رو براتون دکلمه میکنم. واقعا جای تاسفه. آلی جناب حکیم فردوسی بزرگ که درود میفرستم به روان ایشان پدر سخن که اگر امروز ما ایرانیان ایرانی صحبت میکنیم از دولتی سر آلی جناب فردوسی بزرگه وگرنه الان به جایی که من اینجا نشستم باید میگفتم مثل خیر یا سیداتی ساداتی اهلا بیکم الیوم رئیس جمهوریت ایرانی عراقی فل ایران راحت اخذ واحد بلیت او راحت على جهنم که یک بلیت یک طرفه جهنم روح و ما ترجع یا ابن الکلب. بعد اینجوری میومدم با شما حرف میزدم به جایی که الان دارم اینجوری سخن میگم که اینا بیشتر خوششون بیاد. اگر فردوسی نبود ما امروز ندیدین در این 44 سال دارن چیکار میکنن. یه سری ایرانی حرف میزنن من اصلا نمیفهمم چی میگه. توی برنامه‌هاشون یه سری میگه تجلل الله و نمیدونم الله از این حرفا من اصلا نمیفهمم چی میگه. 300 داره قرآن میخونه تا بعد یه مزخرفی از ذهنش بیاد بیرون. فردوسی رو باید گرامی بداریم. باید افتخار بکنیم به عالی جناب حکیم فردوسی بزرگ. ایشان میفرماید در این خاک پوزش میخوام ببخشید هنوز خوب نیستم. در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین. همه کیششان مردی و داد بود و از آن کشور آزاد و آباد بود. چون مهر و وفا بود خود کیششان گناه بود آزار کس پیششان. همه رهرو راه یزدان پاک همه دل پر از مهر این آب و خاک. پدر در پدر آریایی نژاد ز پشت فریدون نیکو نهاد. بزرگی به مردی و فرهنگ بود گدایی در این بوم و بر ننگ بود. کجا رفت آن دانش و هوش ما؟ که شد مهر میهن فراموش ما؟ کجا رفت آن دانش و هوش ما؟ که شد مهر میهن فراموش ما؟ که انداخت آتش در این بوستان؟ که از آن سوخت جان و دل دوستان؟ چه کردیم که این گونه گشتیم خار؟ خرد را فکندیم انسان ز کار.
نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما؟ به یزدان که این کشور آباد بود، همه جای مردان آزاد بود. در این کشور آزادگی عرض داشت، کشاورز خود خانه و مرز داشت. گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بود آن کس که بودی دلیر. نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت، نه بیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت. از آن روز این خانه ویرانه شد، که نانا برش مرد بیگانه شد. چون ناکس به دهکت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ بسوزد در آتشگرت جان و تن، به از زندگی کردن و زیستن. اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به از زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. بیاریم باز آب رفته به جوی، مگر زان بیابیم باز آب روی. هموطنان عزیزم به پا خیزیم. خواهش میکنم آقای سیاوش عزیزم لطف بزرگواری بفرمایند کلیپ شماره 5 رو پخش بفرمایند. این رو برای اینکه یه مقدار حال و هوای هممون عوض بشه نگاه میکنیم. اگر قرار بود که عربی صحبت کنیم، مطمئنم به این شکل صحبت میکردیم. خواهش میکنم آقای سیاوش عزیزم. بسیار سپاسگزارم از شما آقای سیاوش عزیزم. بله، ما عربی رو فقط در این حد قبول داریم. شما تازیان رو فقط اینجوری، هازل دماغ، فقط همین دیگه. برای ما بیشتر از این صحبت و اظهار فضل و چیز نکنید، چون شما رقم نیستید. واقعی نشین رو سهرانشین که به زودی حسابتون رو میرسیم. هموطنان عزیزم بسیار دوستتون دارم، بسیار سپاسگزاری میکنم از آقای سیاوش عزیزم که همانند همیشه با مهربانی من رو راهنمایی میکنن. آقای سیاوش عزیزم بسیار شما رو دوست دارم، چقدر دلتنگتون بودم و باعث افتخارم هست که در خدمت شما باشم. و هموطنان عزیزم سپاسگزاری میکنم از مهربانوی عزیزم بانو گیتی عزیزم گرامی. و بانوی عزیزم بسیار سپاسگزارم از کلمات پرمهر شما، سپاسگزارم که به تلویزیون همیاری رسوندید.
من به وجود شما افتخار میکنم. بی نهایت سپاسگزار همه مهر و محبت شما بزرگواران، مهربانوان نازنین هستم. هموطنان عزیزم، شما رو به اهورمزدای ایران میسپارم. نام شاهنشاه را همه جا صدا میکنیم. بعضیامون میگیم اعلیحضرت رضا شاه دوم شاهزاده. هموطنان عزیزم شاهزاده نفرمایید. نام شاهنشاه ایران اعلیحضرت همایون شاهنشاه رضا شاه دوم پهلوی سوم هست. خواهش میکنم شاهنشاه را درست خطاب کنیم که مزدوران و ان ایرانیان از این فرصت سوء استفاده نکنند. شاه من، خدای من، ایران معبد من است، سپاس آیین من است، رضا شاه دوم خدای من است. دیدار ما به زودی در میدان شهیاد آریامهر در انتظار تشریف فرما شدن فخر ایران علی حضرت همایون شاهنشاه رضا شاه دوم و مادر تاجدارمان ملکه مادر اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی و ولیعهد ایران زمین والا حضرت همایون ولایت عهد شاه دخت نور پهلوی و خاندان جلیل سلطنت ایران بدون پهلوی یعنی سرای اجنبی. از کوروش تا پهلوی نبرد با اجنبی، مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد. پاینده ایران شاهنشاهی، جاوید شاه، جانم فدای پادشاه.